سلامونه ستړي مشي د پایکان پښتو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1499 مریز کال د عقرب یا لړم شپږمه نیټه. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو سرټکی د خبریالانو مسؤلیت کمیټې په کاري ساحو کې د خبریالانو د امنیت په نشتون نیوکې. برخی از این قراردادها نه تنها که در مغایرت با قانون کار افغانستان است، در مغایرت با قانون اساسی افغانستان و اصل حقوق بشری هم هست. دو بلخ والی مرستیال دو یاد ولایت دو ولسی جرگه غړو لوري نیول. معاون ولایت بلخ که تانو جزایش معلوم نیست، تانو جرمش معلوم نیست، او را آورده بسته کرده سردرگم گم است. او حیاتی بلخ انستیتوت دو څلورم پړاو فارغینو لپاره مراسم نیول. خرسند هستیم که البته تعداد مسئولینی که امروز سند فراغت اخذ کردن تعدادشان به 36 مسئول میرسد. دا هم پوره خبرون له ما روح الله روحانی سره. په بلخ کې د رسنیو غوره کارکوونکي راټول شوي تر څو د دغو کارکوونکو ګمارل د اصولو په اساس برابر وڅېړي. د مسؤلیت کمیټې خبریالان د خبریالانو په کاري ساحو کې د امنیت نشتون او د هغوی د ملاتړ په پار قرارداد تړلو د کارپوهانو کارکوونکو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. د دادخواهي کمیټې مسؤول بلخ ته راغلی چې یو شمېر منل شوي قراردادونه یې خلاف د قانون بللي. د روڼتیا نشتون او د کافي امتیاز نه ورکړه او د همغږي نه لرل د خصوصي رسنیو یو لوی ناورین وباله چې د رسنیو ملاتړ ټولنې لخوا په دې ناسته کې په نظر کې نیول کیږي. برخی از این قراردادها نه تنها که در مغایرت با قانون کار افغانستان است، در مغایرت با قانون اساسی افغانستان و اصل حقوق بشری هم هست. نمونه بسیار روشنش است که فقط 1% بسیار کم از رسانه های افغانستان آماده شدند که کپی قراردادهای کارمندانشان را به وزارت اطلاعات فرهنگ بسپارند، در حالی که یک امر حتمی بود و حتمی هست که قراردادها یا کپی قراردادها به وزارت اطلاعات فرهنگ سپرده شود که او قراردادها در مغایرت با قانون کار و مقرره طرز تاثیر فعالیت رسانه مگانی نباشد. فکر میکنم تعدیل این مقرره که نظر خود خبرنگارا در او شامل است، پیشنهاد خبرنگارا و کارکنان رسانه شامل است، این میتونه که برای تطبیق آینده یک آدرس یا یک سند معتبر خوب برای بهبود وضعیت خبرنگارا باشه. شما شاهد بودین که ما وقتی روی معاشات امتیازات صحبت میکنیم، خبرنگارا میگن که ما اصلا مطابق به این مقرره یا قانون کار افغانستان چیزی به دست نمیاریم. تقاعد خبرنگارا، سوانه خبرنگارا و همچنان قرارداده که مطابق با معیارهای قبول شده باشه مشکلات خود داشت و حالا قرار است این تعدیل شود و بعد از جمع‌آوری نظریات خبرنگارا در زون‌های مختلف افغانستان و بیش بلخ روی تسهیلات بیشتر از این تاکید میشد. یوشمیر گردون کون کو خبریالانو پا دی غونده کی دو رسانو چلند وستایه او غواری چی پلی شوه قانون دو رسانو مسئولین و لخوا خبریالانو تا دی. در شمار اندک از رسانه ها قرارداد کپیش داده میشه. من قرارداد کپی قرارداد خود دارم، اما چیزی که در قرارداد نوشته است و چیزی که باید عمل شود خیلی فرق داره. ما در قرارداد خیلی رخصتی را دادیم، امتیاز خیلی خوب داریم، اما چیزی که ما در وقت عمل میایم ازشون رخصتی تقاضا میکنیم، اگر ما دو روز سه روز نیم منفک میشیم از وظیفه خود. چیزی که در قرارداد است عمل نمیشه و این یک چالش بزرگ است که همه چیز در روی ورق مانده و در عمل هیچ وجود نداره. امو شرایطی که من خودم نیاز دارم، امو امکانات را که امو دفتر که من وظیفه انجام میتم، امو شرایط و امو امتیاز را بر من قائل بودن و هستن. البته دو خبریالانو ملاتړ په شتون اندېښنې په داسې حال کې بیانېږي چې په دې وروستیو کلونو کې افغانستان د خبریالانو په کمښت سره مخ دی، چې د نوي دفتر په څېړنو کې په 2014 میلادي کال کې د خبریالانو شمیر 2000 تنو ته رسیده، چې اوسمهال دغه شمیر د 8000 په شاوخوا کې دی.
د بلخ والی فرهنګي مرستیال محمد بشیر توحیدی نیول د ولسی جرګې د یو غړي له لوري منی. د بلخ ولایتي شورا رئیس وایي چې ښاغلی توحیدی د خپل جرم ثابتولو په پار په خپله خوښه کابل ته تللی. دا په همدې حال د ولسی جرګې د خلکو استازي د حکومت توپیري چلند د اداري فساد د مبارزې په تړاو اندېښنې لري. په بلخ کې د ښاغلي توحیدی د نیولو په تړاو د غبرګونونو زیاتېدل چې آیا هغه برمته شوی یا په خپل خوښه کابل ته تللی. ما امیدوار اوسم رئیس صاحب جمهور خدا کنه صدای مرا بشنوه. معاون ولایت بلخ که تو هنوز جزایش معلوم نیست، تو هنوز جرمش معلوم نیست، او را آورده بسته کرده سردرگم گم است. نه با زنجیر و نه با زولانه در کابل رفته. بسته خواهش و تقاضای سارنوالی جرایم سنگین امطور یک اتهام در موردشان وارد شده بود، اینا رفتن به کابل و اینا تحقیق امیدوار هستم که تحقیقاتشان پایان پیدا بکنه و اتهاماتی که بالایشان وارد است من فکر میکنم که فقط روی یک بحث بنابر اصول و قانون گفته که یک مقدار گاز بی کیفیت ده گفته اینا به مو اداره مربوطش تخلیه بکنن. ده افغانستان اسلامی وحدت گون خلق هم ده حقلی توحیدی ده برخلیک پا عرق گوم اطلاع نلری. حال ده توحیدی ده نیولو یا برمتکی دو پا تراو خبرکولو تا حاضر ندی. ده سیمهیز حکمت کارپوهان ده والی مرستیال ده پیخ پا تراو پایکان تلویزون تا خبرکولو تا حاضر ندی. ما هیچ وقت در یک کار غیر قانونی حمایت نمیکنیم، ولی به حیث یک شخصیت محترم و یک معزز بلخ میخواهیم بگویم که شخصیت کشی نشه و تا جایی که ما در جریان هستیم یک دوست دیگه ایم که برای پیوند به این قضیه بودن و توسط یکی از وکلای محترم پارلمان بلخ با ضمانت رها شدن. خود بلخ ولایتی شورا رئیس د توحیدی خوشکیدل په ضمانت سره غواړي. محمد افضل حدید غواړي چې د حقلی توحیدی پیخه ده په غور سره وسیړل شي. او حیاتی بلخ انستیتیوت د څلورم پړاو عالی نرسنګ زده کړیالانو فراغت لپاره مراسم نیولی وو. په دې پړاو فارغ شویو کې دیرش تنو ګډون درلود چې درې تنه ښځینه وې. دوی خپل د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د یاد انستیتیوت مسؤلین وایي چې یادو فارغینو ته به وروسته له فراغته د کار زمینه برابرېدو ډاډ ورکوو. د حیاتی بلخ انستیتیوت مسؤلینو په وینا په یاد انستیتیوت کې له 1400 زیات زده کړیالان په بیلابیلو تحصیلي رشتو کې زده کړې کوي چې یوازې سږ کال ترې 200 تنو زده کړیالانو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. به نام پروردگار عالمیان و شفادهنده بیماران د دیرشو تنو زده کړیالانو فارغېدل د نرسنګۍ په عالي رشته کې د بلخ علوم صحي انستیتیوت څخه. ده حیات بلخ علوم صحی انستیتیوت 200 تن از دکریالان په څلورو دورو کې په بیلابیلو رشتو کې فارغ کړي او دا څلورم پړاو فراغت د نرسنګۍ عالی رشتې څخه دی چې دیرش تنه د دریو ښځینو په ګډون وروسته د خپل د زده کړو د پای څخه خپل سندونه د نرسنګۍ په رشته کې ترلاسه کړل. خرسند هستیم که البته تعداد محصلینی که امروز سند فراغت اخذ کردن تعدادشان به 36 محصل میرسه که البته از این جمله سه مسئله ما طبقه اوناس هستن و متبقی همه پسران هستن که امروز تانستن سند فراغت خود حاصل بکنن و مصدر خدمت به مردم شوند. ده انستیتوت مسئولین وی چه فارغین ده خپل زدک رو تا دوام ورکلی تر چو وکولیشی روختیهی خدمتون خپل و خلگو تا پسامتوگه تر سرکلی. تلاش مهمی است که در پولی فراگیری درس و تعلیم در این اداره ذهنیت خوب مردمی و کار با مردم را داشته باشه. با مو خاطر اداره تلاش میکنه که مسئولین در پولی درس های طب و درس ارائه خدمات سی برای مردم عزیز ما ذهنیت خوب و احساس نیکی را در مردم افغانستان و برای مردم افغانستان داشته باشه. ما امکانات خوبی را در حیات بلخ داریم، ما از جمله اسکلاب های خیلی مجهز با مدل های مجهز که میتونن مسئولین ما به صورت کار عملی و البته کار خود اجرا بکنن و همچنان مسئولین ما را از سمستر دوم به شفاخانه حیات بلخ هند میرن که تماما کارهای کلینیکی خود به شفاخانه حیات بلخ هند میکنن. یاد فارغین ده حیات بلخ علوم صحی انستیتوت یو له پرمختللو مرکزونو څخه په بلخ کې شمیری او وای چې یاد انستیتوت کولای شي چې روغتیایی خدمتونه په سمه توګه ترسره کړي. ما آماده هر نوع خدمت به همتانم هستیم. به می خاطر ما درس خوندیم، تحصیل کردیم،
دیگه اگر وظیفه دولت ما دولت تقاضا داره که ما کار پیدا کنه، زمینه کار مساعد کنه. ما از دولت یگانه خواست ما ای است که امنیت و آرامش در کشور بره تا ما بتونیم که امو قسم وعده هایی که سپردیم کمک خدا و همکاری خدا با جامعه خود داشته باشیم، یعنی کاملا یک امنیت سرتاسری را آرزومند هستیم. در این مسئله که ما درس خواندیم در این رشته آماده 100% هستیم که در جامعه خدمت کنیم تا که جامعه ما را از فقر و از همه امراضی که یک جامعه پاسمان است دستگیری کنیم. در حیات بلخ علوم صحی انستیتوت یول خصوصی پوهنیز و مرکزونو څخه دی چې د شپږو کلونو را په دیخوا په عالی قابلیتګۍ، عالی نرسنګ، د غاښونو پروتیز، فارماسي، لابراتوار، فیزیوتراپی او په طبي ټکنالوژي برخه کې په مزار شریف ښار کې فعالیت لري. مسئولین وایي چې دا فارغین وروسته له دوو سمسترو څخه د حیات بلخ شفاخانه کې کولای شي چې خپل عملی کارونه زده کړي او په پای کې به سندونه هم ورته ورکول شي. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مننه ښې شي.